خب به نام خدا، سلام. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که سالم و سلامت باشید تو این دوران کرونایی. اول از همه من خودم رو معرفی میکنم. علیرضا نظری هستم، 22 سالمه، حدود 6 سالی هستش که دارم اندروید کار میکنم و الان هم توی شرکت موبایلت بانک سامان هستم. امروز میخواییم درباره دپندنسی اینجکشن صحبت کنیم. دوستان جلسات گذشته توی همین لاکت درباره دگر صحبت کردن و اطلاعات خوبی رو انتقال دادن. امروز هم میخواییم بازم درباره دپندنس اینجکشن و هیلت صحبت کنیم. یکی از لایبری های جدید جتپک که فعلا توی نسخه آلفا هستش و به زودی نسخه استیبلش خواهد اومد. تجربه استفاده خیلی خوبی داشتم از هیلت و توی پروژه هم فیدبک خیلی مثبتی گرفتم. اینکه اون تعداد کدهایی که میزدیم خیلی کمتر شده و همینطور یه حدود کوچیکی سرعت بهبود داشته و کمک میکنه که پروژه همون استانداردتر باشه. پیشنهاد من اینه که اگر پروژه هایی رو جدیدن شروع میکنید حتماً از هیلت استفاده کنید و اگر هم که از دگر توی پروژهاتون استفاده کردید کم کم مایگریت کنید روی این. روی پروژه های تک ماژولی من فیدبک خیلی خوبی گرفتم و توی حالا چند ماژولی نمیدونم یه سری چی میگم فیدبک های منفی دربارش بوده که حالا باید بیشتر بازم بررسی کنیم. خب بریم وارد اسلاید ها بشیم و این که هیلت رو بررسی کنیم. اول از همه هیلت با دگر چه تفاوتی داره؟ هیلت با دگر تفاوت خاصی نداره و دقیقا همون دگر با همون قابلیت ها هست و یه لایه بالاتر از اون هستش و با استفاده از انوتیشن هایی که در اختیار ما قرار میده ما میتونیم دی آی استانداردتری توی پروژه همون پیاده سازی کنیم و همینطور کد های اضافه ای که اصطلاحا بویلرپلیت گفته میشن رو توی پروژه همون هست و به خانایی اون کمک میکنه و همینطور سرعت دیولوب و سرعت دیباگ رو بالا میبره. خب حالا یه مرور کدایی روی مزیت های هیلت انجام بدیم. اینجا کد کمتری میزنیم و به طبع اون کدمون خواناتر میشه و همینطور برای برنامه نویسای جونیور یا برنامه نویسایی که تازه به تیممون اضافه شدن اون ارتباطی که با دی آی پروژه بگیرن خیلی سریعتر میتونه این کار عملیات انجام بشه و سریعتر میتونن با پروژه چی میگن اخت بشن یه جورایی و شروع به کار کنن. همینطور خیلی ها به خاطر پیچیدگی های پیاده سازی دگر یا خودمون که حالا اون اوایل خیلی دنگ و فنگ داشتیم با اینکه دگر رو چجوری پیاده سازی کنیم، همین که خطاهاش یه ذره اذیت میکرد و همینجا پیاده سازی درستش یکم اذیت میکرد، برای همین هیلت اومده همه اینا رو ساده کرده و با استفاده از انوتیشن هایی که در اختیار ما قرار میده این کار رو ساده کرده. خیلی ها به خاطر این پیچیدگی ها میرن سمت لایبرری هایی مثل کوین، کودین و از اونها استفاده میکنن. خب با وجود هیلت فکر کنم دیگه نیازی نیست از اونها استفاده کنیم و میتونیم که از هیلت توی پروژه هم به چون اونا استفاده کنیم و همین استفادهش هم که خیلی ساده هستش. خب من جرقه این ارائه از اونجا شروع شد که چند ارائه قبلی سید جعفری درباره مهارت‌های دگر صحبت کرد و من اون رو به هیلت مایگریت کردم. همونطور که میبینید توی پروژه همون که حالا حدوداً 600 تا 700 خط کد بیشتر نبودش، 360 تا و میانگین 300 خط کد حذف کرد که این یه پوان مثبت میتونه باشه برای دیگه برای یه هیلت. خب بریم وارد کد بشیم ببینیم که توی کد چه تغییراتی داشته. اول از همه شروع برنامه‌مون کلاس اپلیکیشن هستش که اگر کلاس اپلیکیشن رو فقط برای کانفیگ دگر در نظر بگیریم توی هیلت با استفاده از انوتیشنه.
اندروید هیلت اپ خب اگر در نظر بگیم به یه خط تبدیل میشه و واقعا زیبایی هیلت اینجا دیده میشه که ما دیگه اصلا نیازی نداریم که درگیر پیچیدگی های پیاده سازی دی آی باشیم. حالا شاید سوال باشه براتون که کانتکست رو چجوری بدیم، کلاس کانتکست اپلیکیشن رو چجوری بدیم، که اون هم با استفاده از کوالیفایر هایی که از قبل ساخته شده و در اختیار ما قرار داده شده میتونیم استفاده کنیم. کوالیفایر اندروید اپلیکیشن کانتکست و اکتیویتی کانتکست که توی هر جایی به تبع نیازتون میتونید ازش استفاده کنید. خب کامپوننت ها شاید بتونیم بگیم که هسته دگر هستش که توی اونجا ما اون چیزهایی که نیاز داریم رو پروواید میکنیم، ماژول هامون رو بهش میشناسونیم، ساب کامپوننت هامون رو بهش میشناسونیم، که همه این کارها میتونه کامپوننت رو به عنوان یه هسته توی دگر شناخته بشه. که توی دگر حالا شما این عکسی که سادهش هستش و شما پیچیده ترش هم دیدید که پر از فانکشن های اینجکت هستش یا پر از فانکشن های هستش که پروواید شده، که این مورد توی هیلت هست شده و ما میتونیم با استفاده از کامپوننت هایی که از پیش ساخته شده کارهامون رو انجام بدیم و هیچ نیازی به ساخت کامپوننت نداشته باشیم. لیست این کامپوننت هایی که از قبل ساخته شده جلوتر میبینیم. حالا شاید نیاز باشه که شما توی پروژهتون یک اسکوپ مشخصی داشته باشید و یک دیتایی رو توی یک اسکوپ مشخص نگه دارید و ازش استفاده کنید. خب اونجا هم بازم دیگر هیلت به شما کمک میکنه با استفاده از ساخت کاستوم کامپوننت که جلوتر بیشتر دربارش صحبت میکنیم. و حالا بریم یکم درباره این کامپوننت ها و اسکوپ ها صحبت کنیم. یه سری کامپوننت هایی از پیش ساخته شده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. اپلیکیشن کامپوننت که هممون توی پروژه همون استفاده میکنیم به همراه اکتیویتی کامپوننت که اسکوپ مشخص خودشون رو دارن. خب حالا ما مجبور بودیم توی دگر یک اسکوپ کاستوم بسازیم، مثلا اسمش رو میذاشیم پر اکتیویتی یا حالا اکتیویتی اسکوپ، که اینجا با استفاده از انوتیشن اکتیویتی اسکوپ میتونیم تمام اون کارها رو انجام بدیم بدون اینکه درگیر پیاده سازی اون بشیم. خب اکتیویتی ریترن اسکوپ هم برای ویو مدل ها و اونجایی که ام وی ام استفاده میشیم به کارمون زیاد میاد و اینکه اون کانفیگوریشن چنج و همین داستانا رو ساپورت میکنه. همینطور فرگمنت کامپوننت، سرویس کامپوننت و ویو کامپوننت. توی برودکست ها هم ما میتونیم استفاده کنیم و اون اسکوپی که در نظر گرفته شده برای برودکست ها فعلا سینگلتون هستش و همین اپلیکیشن کامپوننت هستش که میتونیم از اون استفاده کنیم. خب ماژول ها تفاوت خاصی نکردن توی هیلت و دقیقا همون هستن، با این تفاوت که یک انوتیشن اینستالین اضافه شده و ما میتونیم مشخص کنیم که توی کدوم کامپوننت و کدوم اسکوپ هستش این ماژولمون. و همینطور یه سری انوتیشن های اضافی مثل JVM استاتیک میزدیم که توی این هیلت اینها هست شده و دیگه نیازی به اضافه کردن اونا نیستش. اکتیویتی ها و فرگمنت ها توی دگر هم تغییر خوبی داشته و ما اگر یک اکتیویتی رو در نظر داشته باشید که حالا جدا از اون اینجکت هاش یک ویو مدل فکتوری داریم، ویو مدل پرووایدر داریم که مثلا به اون ویو مدل رو دسترسی داشته باشیم، که این مورد ها همش حذف شده و ما نیازی نیست که صفحاتمون رو اینجکت کنیم و درگیر اونها بشیم. باز هم به کمک یه انوتیشن دیگه که اندروید انتری پوینت هستش ما میتونیم تمام کارهای مربوط به انجکت کردن رو به اون بسپاریم و درگیر پیاده سازی و انجکت کردن کلاس هامون نشیم.
این مدل ها هم تغییر خوبی داشتن. توی دجر ما مجبور بودیم که حالا روش های مختلفی داره، یکی از اون روش های اینه که ویو مدل پرووایدرمون رو اینجکت کنیم و با استفاده از اون به ویو مدلمون دسترسی پیدا کنیم و آیتم ها رو بفرستیم، که اینجا هم ما دیگه نیازی به نه به ویو مدل پرووایدر نه به پیاده سازی اون داریم. با استفاده از انوتیشن ویو مدل اینجکت میتونیم ویو مدلمون رو اینجکت کنیم که بر اساس لایف سایکل خودش ساخته بشه و از بین بره و با استفاده از بای ویو مدل بهش دسترسی پیدا کنیم و درگیر پیچیدگی های پیاده سازی اون نشیم. خب حالا شاید بازم سوال اینجا پیش بیاد که شاید مثلا سیو استیت هندل که استش میخوایم ارسال کنیم به ویو مدلمون و اونجا اونو هندل کنیم، این هم با استفاده از انوتیشن اسیستد میتونیم بگیریم و هیلت این رو آماده به ما در اختیار ما میذاره. خب این پیاده سازی تغییراتی بود که توی هیلت انجام شده بود نسبت به دگر. یه سری مفاهیمی اضافه شده توی هیلت که اونها رو هم بررسی کنیم و بعد وارد پروژه میشیم و یه پروژه رو به هیلت مایگریت میکنیم. اولین مورد انتری پوینت هستش. انتری پوینت به چه کار ما میاد؟ جاهایی که ما نمیتونیم به اون گراف دگر دسترسی داشته باشیم و اینجکت دستی رو انجام بدیم و به اون حالا به کامپوننتمون ماژولامون دسترسی پیدا کنیم، ما میتونیم با استفاده از انتری پوینت به اونا دسترسی پیدا کنیم. حالا یکی از این جاها ماژول ها هستن، مثلا حالا داینامیک ماژول ها که در کل جاهایی هستش که ما با هیلت و دگر نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم. خب برای همین ما یک اینترفیسی میسازیم و اون آبجکت هامون رو مشخص میکنیم، با استفاده از این استالین کامپوننت و اسکوپ هامون رو مشخص میکنیم و برای دسترسی به اون هم با استفاده از entry point accessor یا entry point.get میتونیم به اون مقادیر دسترسی پیدا کنیم و ازشون استفاده کنیم. مبحث دیگه کاستوم کامپوننت هستش. همونطور که گفتم ما نیازی نداریم توی هیلت کامپوننتی پیاده سازی کنیم و تقریبا 95% نیازهامون با استفاده از اون کامپوننت هایی که از پیش ساخته شدن میتونیم نیازهامون رو رفع کنیم. حالا هیلت باز هم این امکان رو داده که ما یک کامپوننت کاستوم بسازیم و توی یک اسکوپ مشخص اون رو نگه داریم. مثلا یک دیتایی رو گرفته میشه و اینجا دوباره ریکوست دادن یا نگه داشتنش هزینه هایی داره. خب برای این میتونیم ما یک اسکوپ مشخصی تعریف کنیم و اون رو نگه داریم. ولی هیلت اینجا یک هوشیاری به ما میده، اینکه ساخت و از بین بردن اون دست خودمونه و باید از جایی که میخوایم استفاده کنیم بسازیم و جایی که نیازی نداریم بهش از بین ببریمش و این کار رو باید حتما ازش مطمئن باشیم. خب اینجا هم بازم یه انوتیشن دیگه هستش که دیفاین کامپوننت. ما میتونیم یک اینترفیسی تعریف کنیم برای کامپوننتمون، پرنتش رو مشخص میکنیم که از کامپوننت های از پیش ساخته شده هستش و اینکه همه کاستوم کامپوننت همون حتما باید یک بیلدر داشته باشن و اون دیتا هایی که میخوایم رو بهش بدیم و آبجکت هامون رو مشخص کنیم و در نهایت با استفاده از entry point بهش دسترسی پیدا کنیم. بحث تستینگ هم هیلت ساپورت میکنه، فعلا JVM تست نداره و instrumentation تست رو ساپورت میکنه. شما میتونید دیتاتون رو تست، آبجکت هایی که اینجکت میکنید رو تست کنید و از ساخت و از بین رفتنشون مطمئن بشید و این آبجکت ها رو هم تست کنید توی پروژه. خب برای اطلاعات بیشتر هم میتونید از این دوتا لینکی که پایین گذاشتم استفاده کنید و اطلاعات بیشتری رو بگیرید. اسلایدام تموم شد و بریم وارد یه پروژه بشیم و اون رو به هیلت مایگریت کنیم. Thank you.
خب اول از همه دپندنسی های هیلت رو اضافه میکنیم به پروژه. اینجا اول پلاجین هیلت رو اینجا اضافه میکنیم و بعدش دپندنسی های هیلت هستش که این دوتا برای پروژه هامون کافی هستش، ولی اگر توی پروژه تون از MVVM استفاده میکنید میتونید این دوتا دپندنسی رو هم اضافه کنید و جلوتر حالا کاربردش رو من صحبت خواهم کرد. و همینطور کلاس پس هیلت هستش، کار تبدیل به کد های پوینت کردن کلاس ها رو بر عهده داره. خب اول از همه بریم روی نقطه شروع برنامه کلاس اپلیکیشن رو هستش، که این کلاس فعلا تنها کارش این هستش که هیلت رو میسازه و جای مختلف بهش دسترسی پیدا میکنه. من این کلاس اپ کامپوننت پرووایدر هستش، این رو بهش نیازی نداریم، حذفش میکنم و اینکه توی کلاس اپلیکیشنمون هم دیگه نیازی به بقیه آبجکت ها نداریم و همه اینها رو میسپاریم به هیلت. اندروید اپ. خب کار بعدیمون این هستش که بریم سراغ کامپوننت ها. اول کامپوننت اپلیکیشنمون رو بررسی میکنیم که یه سری اینجکت ها داره و همینطور یه سری ماژول ها هستش، یه اسکوپ داره و کار خاص دیگه فکر نکنم انجام بده. این که با اجازهتون من این رو کلن حذف میکنم. به اکستنشن ها هم دیگه نیازی نداریم و دیگه نیازی نداریم که دستی خودمون این کار رو اینجکت ها رو انجام بدیم. و همینطور اپ اسکوپ هم دیگه نیازی نداریم. خب بریم سراغ ماژول ها. این ماژول اپمون هستش که اینجا یه دونه شیرد پرفرنسز برامون پروواید میکنه و یه دونه ریپوزیتوری. اول از همه من توی هیت دیگه به این جی وی ام استاتیک نیازی نداریم و این که با استفاده از این استالین کامپوننتش رو مشخص میکنیم که این اپلیکیشن کامپوننت هستش. خب یه مورد دیگه ایش اینجا مونده که اپلیکیشن هستش که ما دیگه نیازی نداریم این رو و با استفاده از کوالیفایر اپلیکیشن کانتکست کانتکست رو میتونیم بگیریم و بدیم به شیل پرفرنسس. خب فکر کنم اینجا دیگه کار خاصی نداریم. بریم سراغ بایندمون. اینجا هم با استفاده از اینستالین اپلیکیشن کامپوننت مشخص میکنیم و این هم دیگه تغییر خاصی نداره و بایند ها هم دقیقا مثل همون هستش، فقط این که این بایند کانتکست هم دیگه ما نیازی نداریم بهش. خب بریم سراغ ماژول بعدی. ماژول بعدیمون دیتابیس هستش. اینجا خب اینو قبلا زدم، این هم کامپوننتش رو مشخص میکنیم و دیگه کار خاصه دیگه اینجا فکر نکنم داشته باشه. و بعدی هم اوکی HTTP ماژول هستش که JVM استاتیکا رو کلن حذف میکنیم.
پایین نمیشه. و اینجا هم با استفاده نستالین مشخص میکنیم که کدوم کامپوننت باشه. فعلا توی این پروژه همشون رفتن روی سمت اپلیکیشن کامپوننت. حالا شما میتونید از اکتیویتی کامپوننت یا ویو کامپوننت یا هر کدوم نسبت به نیازهای پروژه و آبجکتاتون ازش استفاده کنید. یه مورد دیگه ای که اینجا باید چک کنیم، کلاس بازم اپلیکیشن هستش دیگه، اینجا بهش نیازی نداریم. اینجا میتونیم با استفاده از اپلیکیشن کانتکست بهش دسترسی پیدا کنیم و ازشون استفاده کنیم. و این که اینجا هم باز هم بهش کانتکست رو میدیم. بگیم استاتیک و حالا بقیه شما لایکام وقت درکی نگیریم. و کوالیفایر هم که میمونه، کوالیفایر هم که برای اینجا برای پروواید کردن رتروفیت و اوکی اچ تی پی ازش استفاده میکنیم و نیازی نداریم، نیاز بهش داریم و نمیخواد پلش کنیم. خب بریم سراغ اکتیویتی هامون و اینکه اونا رو هم آماده کنیم برای هیلد. این که ما دیگه اینجا به ویو مدل فکتوری نیازی نداریم، این رو هم حذف میکنیم و اوکیش میکنیم. توی لیست اکتیویتیمون چه چیزایی داریم؟ یه سری یه اینجکتی داریم که ویو مدل پرووایدر هستش که ما اینو نیاز نداریم بهش که اینجکت کنیم. و از اینجا هم ویو مدل فکتوری که وظیفه ساخت اون رو داره رو هم پاکش میکنیم. خب یه دونه لیست ویو مدل داره اینجکت کردم رو هم باز هم نیاز ندارم. کلا اینجا همش حذف هستش و ما کمتر اضافه میکنیم. خب حالا وظیفه اینجکت کردن رو هم میسپاریم به اندروید انتری پوینت و با استفاده از این انوتیشن خودش تمام کارهای اینجکت کردن و آماده‌سازی اونها رو انجام میده. یه مورد دیگه اینکه اینجا مونده ویو مدلمون هستش که اینجا دیگه ما اینجکت معمولی نمی کنیم. با استفاده از ویو مدل اینجکت دیگه تمام ساختش و از بین رفتنش رو میسپاریم به این و دیگه نیازی نداریم که از ویو مدل پرووایدر استفاده کنیم. و اینجا با استفاده از بای ویو مدل تمام کارهایی که ما نیاز داشته باشیم رو این اکستنشن فانکشن انجام میده. این هم که خب اینجا هم که تکمیل شد و میریم سراغ مین اکتیویتی. مین اکتیویتی یه دونه شیر پرفرنسز نیاز داره، یه دونه ویو مدل فکتوری نیاز داره که حالا ازش استفاده نکرده و همینطور دیگه نیازی به این اینجکت کردن دسته نداریم و این رو هم حذف میکنم و اندروید انتری پوینت رو بهش میدم. نتورک اکتیویتی هم بازم همینطور، اینجا فقط ما بازم نیازی به دسته اینجکت کردن نداریم و اندروید انتری پوینت رو بهش میده. خب
مورد دیگه ای که مونده فرگمنت هامون هستش، که اینجا هم توی فرگمنت ها، سرویس ها، اکتیویتی ها، برودکست و همه اون جایی که نیاز داریم که یه سری آبجکت رو اینجکت کنیم، ما میتونیم از اندروید انتری پوینت استفاده کنیم. و جاهایی که خارج از این چیزهایی هستش که هیت ساپورت میکنه، ما میتونیم از انتری پوینت استفاده کنیم و با استفاده از انتری پوینت اکسس زور بهش دسترسی پیدا کنیم و کار ما انجام بدیم. اینجا حالا یه چیز خاصی اینجکت نشده، فکر نکنم نیاز باشه که ازش اینجکت کنیم. اینجا هم همینطور و این صفحه هم همینطور. آبجکت های دیگه همون هم، کلاس های دیگه هم که اینجکت کردن هم به همون صورت هستش و با استفاده از اینجکت میتونیم کانستراکتورش رو اینجکت کنیم. و حالا اگر نیاز داشته باشید که توی یک اسکوپ مشخصی استفاده بشه، میتونید بهش شناسایی کنید و بهش بدید که مثلا سینگلتون باشه یا اکتیویتی اسکوپ باشه یا اکتیویتی ریتین اسکوپ، و هر کدوم که حالا با توجه به نیازهای پروژهتون هستش میتونید ازش استفاده کنید. خب مورد دیگه نیستش. من صحبتام تمام شد. کلا دگر یک لایبرری شسته رفته هستش، به ما کمک میکنه توی پروژه هامون. اول اینکه پروژه هامون و دیای پروژه رو استاندارد پیاده سازی کنیم، و دوم اینکه کد های اضافه رو از پروژهمون حذف میشه و سرعت دیولپ و پیاده سازی پروژه بالا میره. شما فرض کنید که حالا یا اپلیکیشن رو از اول میسازید یا دارید یک سری فیچر بهش اضافه میکنید، که همه اینها اگر دگر استفاده کنید نیاز دارید که یه سری فانکشن به کامپوننت اضافه کنید و اونها رو اینجکت کنید، و همه اینها حالا شاید زمانهای حداقل کوتاهی ببره، ولی خب زمان رو میگیره از شما. و میتونید با استفاده از اینها رو حذف کنید و هم خانایی پروژه رو ببرید بالاتر. توی پروژه های مولتی کامپوننت هم میتونید از این مورد استفاده کنید، و حالا اگر ساب کامپوننت نیاز داره ازش استفاده کنید. و حالا به احتمال زیاد اگر لینکش رو توی گروه گذاشته باشن میبینید که خیلی از اونها حذف شده و باز هم نیازی به اونها نداریم، و ما میتونیم که ماژولش رو به اکتیویتی کامپوننت یا حالا فرگمنت کامپوننت بدیم. یه مورد دیگه ای که من خواستم به دربارش صحبت کنم این هستش، سینگلتون توی سطح کل پروژه قابل دسترس هستش و یک بار ساخته میشه و توی کل جاهایی که اینجکت کنید میتونید ازش استفاده کنید. فرگمنت اسکوپ یا فرگمنت کامپوننت یا اکتیویتی کامپوننت، اینها بین تمام فرگمنت ها یه دونه استفاده نمیشه. با ساخت هر فرگمنت یا اکتیویتی اونها هم یک بار ساخته میشن، و این به معنی نیستش که وقتی ما بهش یه اسکوپ فرگمنت اسکوپ میدیم یا اکتیویتی اسکوپ میدیم، اونها بین کل فرگمنت ها و اکتیویتی های پروژه همون یک بار ساخته میشن. نه، با ساخت اون فرگمنت و اکتیویتی ساخته میشن و با از می رفتن اون از بین میرن. یک مورد دیگه ای هم که بگم این هستش که حالا شاید شما توی پروژهتون یه سری اسکوپ های استفاده کرده باشید و مثلا پر اکتیویتی حالا یا مثل اپ اسکوپ یا حالا هر اسمی که خودتون داشتید و توی جاهای مختلفی ازش استفاده کردید، که اینجا هم فکر شده در بالش و با استفاده از alias میتونید مثلا میخواهید اکتیویتی اسکوپ خود هیلت رو به اون جایگزین کنید، میتونید با استفاده از این alias که در اختیار شما قرار داده شده این رو به هیلت بفهمونید که هر جا از اون اسکوپ استفاده شد از این اسکوپ مشخص خود استفاده کنید و دیگه اونجا رو مثلا ریفکتور نکنید و زمان اگر خیلی زمان براتون میگیره دیگه اونجا رو با استفاده از این alias بسپرید به هیت. مورد دیگه نمونده و همین بود. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات رو انتقال داده باشم و همین. ممنون.
برای شروی مدل ها باید چیکار کنیم؟ برای شروی مدل ها هم فکر نکنم تفاوت خاصی داشته باشه و نکته اشاره خاصی نه توی داکیومنت ها نه توی مقالات مختلف شده. ما میتونیم باز هم همون جوری اونا رو اینجکت کنیم و توی حالا دو تا فرگمنت هایی که میخوایم ازش استفاده کنیم استفاده کنیم و تفاوت خاصی با این مورد نداره. درباره پروژه های چند ماژولی صحبت شده، درباره اونها هم حالا من میگم یه سری صحبت هایی کردم، من هم به طور چی میگم درست متوجه نشدم و خودم هم تست نکردم که چند ماژولی مشکل داره یا نه، ولی اینکه خب ما به ماژول ها میتونیم اینجکت کنیم و همه اون کارها رو انجام بدیم. حالا یه سری ماژول هایی هستن مثل داینامیک فیچر یا داینامیک ماژول که میتونیم اونها رو هم با استفاده از چی میگن انتری پوینت بهشون دسترسی پیدا کنیم، ولی در کل تو اونها هم میتونیم استفاده کنیم. ولی از لحاظ پرفورمنس من هم راستش رو بخوای تست نکردم و مطمئن نیستم که مشکل پیش بیاره. من توی تک ماژولی تست کردم و فیدبک خیلی خیلی خوبی گرفتم و احتمال زیاد هم فکر کنم حالا پروژه هایی که بیادستازی بشه شاید حالا از 10 تا بالا نره، فکر کنم توی اونها هم چی میگم فیدبک خوبی بگیریم و مثبت باشه. پریمیتیو تایپ ها رو اینجکت کرد، این حالا روی بحث دگر هستش، اینها توی هیچ تفاوتی نداره. ما میتونیم حالا با استفاده از اگر چند تا هستن کوالیفایر جداشون کنیم، یا حالا فکر کنم نیمت بود اگر اشتباه نکنم، میتونیم به اونها هم دسترسی پیدا کنیم. این مورد توی ماژولاتون میتونید تعریف کنید و حالا پریمیتیو آبجکت ها یا پریمیتیو تایپ ها رو ازشون هر جایی که میخواید اینجا کنید و استفاده کنید، تفاوت خاصی نداره. فقط اون کارهایی که و اون وقتهایی که صرف اینجکت کردن اکتیویتی فرگمنت و همه اینها رو انجام میدادید حذف کرده، ولی از لحاظ اینجکت کردن و دریافت دقیقا همون دگر هستش. خب سوال دیگه نیستش. خیلی خوشحال شدم که تونستم ارائه رو بدم، امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات رو به خوبی انتقال داده باشم و همینطور مثبت بوده باشه براتون و مفید. مرسی که تا اینجا بودید و همین صحبت خاصی ندارم و دمتون گرم، خدافظ.